کیوسکی های عزیز درود بر شما از اینکه همراه ما هستید سپاس گذاریم. اناوین خبرها پایین آمدن سطح هوشیاری علی خامنه ای در اندرونی کاخ مرمر خبری است که نمیخواهند فعلا به بیرون درس کند موبایل منطقه بیت هم قطع شده واکنش های شدید به رئیسی در شبکه های اجتماعی آقای رئیسی دیگه تپهی سالم از دست شما نمانده و وزیر دفاع اسرائیل نقشه ده تأسیسات موشکی ایران در سوریه را برملا کرد. لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. پا این آمدن سطح هوشیاری علی خامنه ای در اندرونی کاخ مرمر خبری است که نمیخواهند فعلا به بیرون درس پیدا کند. موبایل منطقه بیت هم قطع شده است. رسانه های ایران سهشنبه به پانزده شهریور خبر داده بودند که در پایان نشست خبرگان اعضای این مجلس با خامنه ای دیدار می کنند اما این دیدار به شکل ناگهانی لغو شد به گزارش العربیه همزمانی لغو دیدار علی خامنه ای رهبر ایران با نمایندگان مجلس خبرگان و نشر شایعاتی درباره احتمال مرگ او در فضای مجازی بار دیگر موضوع سلامت رهبر سالخورده و بیمار ایران را در کانون توجه ها قرار داد علی رضا محافظ پیشین میر حسین موسوی در صفحه توییتر خود نوشت که با گذشت 48 ساعت کماکان شیفت لایه های چهارگانه محافظت از خامنه ای تغییر نکرده است. او مدعی شد که در اندرونی کاخ مرمر خبری است که نمیخواهند فعلا به بیرون درس کند. موبایل منطقه بیت هم قطع شده. این عضو پیشین تیم محافظت از شخصیت ها در ایران با یادآوری روی کار آمدن سریع ای بعد از مرگ روح الله خمینی هشدار داد چنان آماده باشید که نظام نتواند قافل گیرتان کند و مثل خرداد 68 سرتان را کلاه بگذارد. نگذارید حکایت سوریه تکرار شود و بشار به جای حافظ بنشیند. در است ای که ایران مثل سوریه ویران شود. با توجه به کهولت سن علی خامنه ای و سابقه بیماریش، گاه و بیگاه شایعاتی درباره وخامت اوضاع سلامتی و مرگ او منتشر می شود که با توجه به ساختار امنیتی حلقه پیرامون رهبر ایران هیچگاه نمی پیش از اعلام رسمی درستی این اخبار را تایید یا تکذیب کرد گزارش ها درباره سلامت رهبر سه ساله ایران همواره با حساسیت بسیار بالایی دنبال می شود از سوی اطلاعات درباره وضعیت سلامتی او نیز بسیار محدود بوده و در سالهای اخیر شایعات بسیاری درباره بیماری های احتمالی او منتشر شده است هاشم هاشم زاده، نماینده مجلس خبرگان روز شنبه در خصوص لغو دیدار رهبر جمهوری اسلامی با اعضای مجلس خبرگان رهبری به روزنامه همدلی گفت که این لغو دیدار برخلاف دوره های اخیر در پایان دهمین ده اجلاس رسمی خود با علی خامنه ای دلیل سیاسی نداشته اما خواسته که وقت ایشان گرفته نشود رسانه های ایران سهشنبه 15 شهریور خبر داده بودند که در پایان نشست خبرگان اعضای این مجلس با خامنه ای دیدار می کنند اما این دیدار به شکل ناگهانی لغو شد عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه خبرگان باید رهبر بعدی را در آستین داشته باشند گفت ان الله امیدواریم که تا ظهور حضرت دوست خداوند رهبری را در صحت و سلامت نگه دارد و حتی بعد از ظهور ما که خبر نداریم احیانا اگر اتفاقی افتاد بزرگترین دغدغه خبرگان رهبری این است که در میان همه علمای امت شایسته ترین از هر نظر را انتخاب کنند که کشتی انقلاب در این دریای متلاطم بدون سکاندار نماند. قیاس دین تاها محمدی در گفتگو با وبسایت جماران در پاسخ به این سوال که مهمترین دق دقیقه امروز اعضای مجلس خبرگان رهبری چیست گفت رهبر معظم انقلاب یک یا شاید دوبار فرمودند که اصل رسالت خبرگان رهبری که یکی از بهترین برنامه های حضرت امام است این است که خدا اینا کرده اگر برای رهبری اتفاق افتاد رهبر بعدی را باید در آستین داشته باشند در هفته گذشته میر حسن موسوی یکی از رهبران جنبش سبز که بیش از یک دهه است در حصر خانگی به سر میبرد در یه احتمال جایگزینی خامنه ای با پسر دومش مجتبا هشدار داده بود اگرچه این سخنان میر حسین موسوی با بیانیه یه مجلس خبرگان مواجه شد که در آن موسوی به شبه پراکنی متهم شده و آمده خبرگان رهبری به عنوان معتمدان ملت بر حسب وظیفه ذاتی قانونی و شرعی خود شبه پراکنی ها را بیمنا دانسته و اعلام می دارد سابقه این مجلس وزین حاکی از توجه به شایسته و انتخاب اسلح بوده است همزمان امام جمعه بهارستان در منبر رسمی نماز جمعه از رهبر شدن مجتبا خامنه ای دفاع کرد در ویدیویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده مهدی تاجزاده امام جمعه شهر بهارستان اصفهان با مثال آوردن امامت امام دوم شیعیان امام حسن مجتبی بعد از مرگ پدرش علی میگوید که چنانچه مجتبی جای پدرش بنشیند اصلا و ابدا به معنای مروسی شدن حکومت ایران نیست واکنش های شدید به رئیسی در شبکه های اجتماعی آقای رئیسی دیگه تپهی سالم از دست شما نمانده در حالی که واکنش ها به دو تابعیتی بودن و افشاگری های اخیر درباره خانواده انسیه خزلی معاون ابراهیم رئیسی در شبکه های اجتماعی همچنان ادامه دارد ساعتی قبل این معاون دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد قصد دارد برای زنان سوریه ای مشاقل خانگی ایجاد کند انسیه خزلی معاون امور زنان و خانواده در دی دار با وزیر فرهنگ سوریه و سفیر این کشور در ایران با نقل بعضی از تجارب ایران در ش... ریشهکن کردن بیسوادی نسبت به ایجاد زمینه کار برای زنان سوری و آموزش مهارتهایی در مشاغل خانگی اعلامه آمادگی کرد وی با بیان اینکه ایران و سوریه مشترکات بسیاری در تمدن میراث فرهنگی و آثار ماندگار باستانی دارند اظهار داشت مقرر شد اولین برنامه در این زمینه از ماه آینده به همت دو کشور عملیاتی شود. انتشار این خبر واکنش ها را نسبت به برخورد مناسب با این معاون دولت ابراهیم رئیسی تشدید کرد و یک کاربر نوشت آقای رئیسی توانایی اداره کشور که نداری روابط دیپلماتیک دولتت هم که مایه آبروزی و سرفکندگی ماست از گرانی و تورم هم که دیگه تپه سالم از دست شما و خدم و حشم شما در امان نمانده همه اینها قبول پذیرفتیم یعنی ارزه برکناری معاون هم نداری وزیر دفاع اسرائیل نقشه ده تأسیسات موشکی ایران در سوریه را برملا کرد. بنیگانس وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه از نقشه ده تاسیسات مختلف در مرکز تحقیقات علمی سوریه پرده برداشت او که در مسیاف پرده برداشت او که در جریان کنفرانس سالانه جروزالم پست در نیویورک سخنرانی میکرد افزود قاسم سلیمانی تاسیسات متعلق به مرکز تحقیقات علمی سوریه را به سایت های تولید موشک های نقط زن میان برد و دوربرد تبدیل کرد تا آنها را در اختیار حزب الله و دیگر نیابتی های جمهوری اسلامی قرار دهد به گفته ی وزیر دفاع اسرائیل سایت های تولید موشک به ویژه تاسیسات زیرزمینی سوریه تهدیدی علیه منطقه و دولت اسرائیل است او گفت این مکان مشخصا برای تولید موشک های پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد اسرائیل طی سال های گذشته بارها به حمله علیه مواضع ایران و گروه های نیابتیش در سوریه متهم شده است تاسیسات نظامی مسیاف بارها آماج حملات منتصب به اسرائیل قرار گرفته که آخرین مورد آن در 25 اوت سال جاری انجام شد. طبق تصاویر منتشر شده از سوی یک شرکت اسرائیلی، برخی از ساختمان این تاسیسات نظامی در پی این حمله کاملا تخریب شدند و صدها موشک زمین به زمین ساخت ایران نیز آسیب دیدند. نقطه مورد حمله در ماه اوت در ماه می سال جاری و همچنین در آوریل 2019 و سپتامبر 2018 نیز آماج حملات منتصب به اسرائیل قرار گرفته بود. بنیگانس با اشاره به تلاش ایران برای ساختن صنایع تولید موشک و در لبنان و یمن هشدار داد اگر این روند متوقف نشود طی یک دهه صنایع پیشرفته ای ایران در سر, و سر منطقه برای تولید تسلیحات و گسترش تروریسم وجود خواهد داشت وزیر دفاع اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش به افزایش شدید فعالیت های خشونت ها میز ایران و کمک های چشمگیر جمهوری اسلامی به گروه های نیابتیش به رقم مشکلات اقتصادی مردم ایران اشاره کرد. او گفت برچیدن تحریم‌ها علیه ایران موجب آزادسازی بیش از 100 میلیارد دلار خواهد شد و بدون شک این به آنها اجازه می‌دهد بودجه تروریسمشان را دو برابر یا سه برابر کنند. بنیگانس گسترش همکاری با شرکای منطقی و همچنین تقویت روابط صنعتی و اقتصادی و در نهایت همکاری نظامی در چارچوب سنت را راه مقابله با تهدید ایران دانست. به گفته ای او در کنار تلاش‌ها برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک باید وجود بازدارندگی نظامی معتبر تضمین شود. بنیگانت در ارتباط با برنامه هسته ایران گفت جمهوری اسلامی اکنون ظرف چند هفته می به مواد شکافت پذیر برای تولید بمب هسته ای دست یابد به گفته وزیر دفاع اسرائیل ایران در حال تولید سانتریفیوژهای های پیشرفته تر و پرشمارتری از جمله در سایت های زیرزمینی است که فعالیت هسته ای در آنها ممنوع است او دوباره دلیل خودداری ایران از همکاری با آژانس بین انرژی اتمی گفت او دوباره درباره دلیل خودداری ایران از همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت چیزی را پنهان می کنند. بنیگانس ادامه داد ما مستحق پاسخیم و ایران باید پاسخگو باشد. ما باید اقتدار و استقلال حرفی آژانس را تضمین کنیم.